سلام، احتمالا تا الان خبرهای مربوط به پروژه آرتمیس ناسا که دو بار هم پرتابش کنسل شد رو شنیدید. پروژه‌ای که قراره بعد از 50 سال پای انسان رو به روی ماه باز بکنه. یحیی طباطبایی هستم و نمیخوام تو این ویدیو در مورد مراحل پرتاب این موشک و نکات فنی صحبت بکنم. ویدیوهای زیادی در این مورد وجود داره که به زیبایی این مراحل این پروژه رو به تصویر کشیدن. تو این ویدیو بیشتر میخوام به حواشی این پروژه بپردازم و اینکه چه مسائلی در پشت پرده این پروژه وجود داره. آرتمیس اسم برنامه مشترکیه بین ناسا و ایسا، سازمان فضایی آمریکا و اروپا، که قراره طی سالهای آینده علاوه بر فرود انسان روی ماه و زدن پایگاه روی ماه، مقدمه‌ای بشه برای فرود انسان روی مریخ. این پرتاب که احتمالاً موقعی که این ویدیو رو می‌بینید بالاخره انجام شده، اولین پرتاب و یک پرتاب آزمایشی از این برنامه بوده که قراره قابلیت‌های مختلف این فضاپیما و مراحل اون رو آزمایش کنه. آرتمیس 1 شامل موشک SLS یا سیستم پرتاب فضایی ناسا میشه که قدرتمندترین موشکیه که تا حالا به فضا پرتاب شده، به همراه کپسول اورایون که قراره در آینده فضانوردا رو به مدار ماه ببره. این موشک هیچ قسمتی برای فرود روی ماه نداره و بنابراین صرفا قراره مراحل رسیدن به ماه و قرارگیری در مدار ماه و چرخش به دور ماه رو تست بکنه و با سنسورهایی که روی مانکن‌هایی که داخل اون کپسول قرار دارن نصب شده، قراره اثرات شرایط پرتاب و شرایط حضور در فضا رو روی اونها اندازه‌گیری کنه و در نهایت این کپسول به زمین برمیگرده و در داخل اقیانوس فرود میاد یا در واقع سقوط میکنه. اگر همه چی طبق برنامه پیش بره، حدوداً 2 سال دیگه آرتمیس 2 قراره که فضانوردان رو به ماه ببره و بازم روی ماه فرود نمیان، صرفاً دور ماه میزنن و برمیگردن. و آرتمیس 3 حدود 1 سال بعدش با کمک استارشیپ های شرکت خصوصی اسپیس ایکس قراره اولین فضانوردان رو روی ماه فرود بیاره. نکته جالبی که در مورد این موشک SLS وجود داره اینه که اکثر قطعاتش در پروژه‌های قبلی ناسا مورد استفاده قرار گرفته بودن و در واقع بازیافتی از موشک‌های قبلی ناسا. موتورهای اصلی این موشک تقریبا همون موتورهای اصلی شاتل‌های ناسا بودن که در سال 2011 بازنشسته شدن. تقویت کننده‌ها یا بوسترهای این موشک هم همون بوسترهای شاتل هستند که یه تغییراتی روشون دادن و یک ذره قابلیتشون رو اضافه کردن. کپسول اورایون و یه سری بخش‌های دیگه این موشک هم مربوط به برنامه‌ای می‌شد که در سال 2010 کنسل شده بود. تصور فرستادن انسان به فضا و پا گذاشتن روی ماه میتونه خیلی حیرت انگیز و انگیزه بخش باشه، مخصوصا برای نسل‌های جدیدی که در آینده این چیزا براشون قراره عادی باشه. ولی در همین حین نوع برنامه‌ریزی و سیاست بازی‌هایی که توی این برنامه‌ها و این پروژه‌ها اتفاق افتاده باعث شده که انتقادات زیادی رو به خودش جلب کنه. در سال 2010، یعنی 2 سال بعد از بحران اقتصادی، اوباما میاد برنامه کانسلیشن، یک پروژه توسط ناسا که قرار بود بعد از تکمیل ایستگاه فضایی برای سفر به ماه و سفر به مریخ هم برنامه‌ریزی کنه، رو کنسل کرد. با قطع بودجه این برنامه و بیکار شدن هزاران نفری که توی این برنامه کار می‌کردن، انتقادات زیادی در کنگره نسبت به اوباما صورت گرفت. این انتقادات باعث شد که بلافاصله بعد از چند ماه یک بودجه جدیدی برای ناسا تصویب بشه، برای یک برنامه جدید با یه اسم جدید، پروژه آرتمیس. پروژه‌ای که بودجه 23 میلیارد دلاری براش در نظر گرفته شد و توی برنامه‌اش قید شده بود که باید از طراحی‌ها و نیروی انسانی و حتی قطعات برنامه‌های گذشته ناسا استفاده بشه. بعد از راه افتادن این برنامه باز هم انتقادات نسبت بهش وجود داشت. خیلی معتقد بودن که در زمانی که شرکت‌های خصوصی در حال پیشبرد تکنولوژی موشک‌های قابل بازیابی هستند که هزینه پرتاب به فضا رو به شدت پایین میاره، چرا باید این هزینه هنگفت صرف بازیابی و سرهم کردن یک موشک قدیمی بشه که هزینه خیلی زیادی برای پرتاب میبره؟ جدا از هزینه کل طرح، هزینه پرتاب هر بار موشک آرتمیس نزدیک 2 میلیارد دلاره، به خاطر اینکه این موشک اصلا قابل بازیابی نیست و تمامی قطعاتش یا به داخل اقیانوس سقوط میکنن و به اعماق اون میرن یا در فضا رها میشن. در حالی که شرکت اسپیس ایکس چند ساله که تونسته با تکنولوژی موشک‌های قابل بازیابی هزینه پرتاب به فضا رو چند صد برابر کمتر کنه. در حال حاضر موشک‌های فالکون شرکت اسپیس ایکس که برای پرتاب ماهواره به فضا و ارسال فضانورد به ایستگاه فضایی استفاده میشه، هزینه هر بار پرتابش حدود 50 میلیون دلاره و موشک‌های استارشیپ این شرکت به همراه بوسترهای فوق سنگینی که قراره این موشک رو به مدار زمین فراتر از اون بفرسته و قدرتش و
ظرفیتش دو برابر موشک SLS ناسا است، هزینه هر پرتابش در آینده 10 میلیون دلار خواهد بود که پیش بینی میشه حتی ممکن این هزینه رو بشه تا 1 میلیون دلار هم کاهش داد. این موشک‌ها در حال حاضر در حال طی مراحل تست هستند و به زودی قرار مرحله تست مداریشون انجام بشه و هدف اصلیشون هم رسوندن اولین انسان‌ها به مریخه. یعنی در حالی که ناسا داره برای بازگشت به ماه تلاش میکنه، این شرکت خصوصی در حال برنامه‌ریزی برای رسیدن به مریخه و احتمالاً همزمان با فرود انسان روی ماه اونها هم خواهند تونست که اولین موشک‌هاشون روی مریخ فرود بیارن و به فاصله خیلی کمی اولین انسان روی مریخ قدم بزنه. یکی از بخش‌های مهم پروژه آرتمیس قرارگیری یک ایستگاه فضایی به دور مدار ماه که به عنوان یک مرکز پشتیبانی برای مأموریت‌های بعدی این پروژه در نظر گرفته شده. خیلی‌ها که با کل پروژه آرتمیس مشکل ندارن، با این قسمتش مشکل دارن. یعنی میگن که این هزینه زیادی که برای ساخت ایستگاه فضایی تو مدار ماه انجام میشه، توجیهی نداره و میشه همین هزینه رو روی فرود مستقیم روی ماه انجام داد و ایجاد ایستگاه روی خود ماه. حتی باز آلدرین که دومین نفریه که با آپولو 11 روی ماه قدم گذاشت، نسبت به این برنامه انتقادهای زیادی رو مطرح کرده و گفته که به جای این همه هزینه باید از موشک‌های با قابلیت بازیابی مجدد استفاده کرد. عده‌ای هم معتقدن که کل هدف فرستادن انسان به ماه صرفاً جنبه تبلیغاتی داره، چون از همین الان دارن خیلی روش مانور میدن که ما در پروژه آرتمیس 3 اولین زن و اولین رنگین پوست رو می‌خوایم روی ماه فرود بیاریم. این عده معتقدن که با همین هزینه میشه تعداد خیلی زیادتری کاوشگر و ماهنوردهای رباتیکی روی ماه فرود آورد که کارهای علمی رو خیلی بهتر انجام میدن و به نتایج خیلی بهتری هم میتونن برسن. یعنی که این هزینه رو صرف کلا پروژه‌های دیگه‌ای بکنیم که تأثیر بیشتری تو افزایش دانش بشری دارن و اون دستاوردهای علمیشون بیشتر به سود بشر باشه. فیروز نادری مدیر پیشین اکتشافات منظومه شمسی ناسا یه رشته توییتی اخیراً منتشر کرده که توش به انتقاد جدی نسبت به این پروژه پرداخته و گفته که پروژه جیمز وب که میلیاردها دلار در نهایت هزینه شد، در نهایت تلسکوپی رو ساخته که در حال کشف رموز بسیاری از عالمه، ولی پروژه آرتمیس که در نهایت بودجه خیلی بیشتری از چیزی که پیش بینی شده بود هزینه شده، موشکی رو ساخته که فقط یک بار میتونه پرتاب بشه با هزینه 4 میلیارد دلار یا بیشتر و گفته که این برنامه فضایی انسانی ناسا یک مسیر بی هدف رو در طی دهه ها طی کرده با هدر کردن میلیاردها دلار که برای این قضیه دلایل سیاسی رو مطرح کرده و در نهایت گفته که اگر شرکت اسپیس ایکس بتونه که این استارشیپ خودش رو با اون قابلیت هایی که ادعا کرده به سرانجام برسونه، این موشک SLS مجبور میشه که زودتر از موعد بازنشسته بشه. نظر شما در مورد این پروژه چیه؟ به نظر شما ارزش این همه هزینه رو داره یا نه؟ حتما توی کامنت ها برام بنویسید. خدا نگهدار.